خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. یکی دو تا از مخاطبای رادیو قبرس پرسیده بودن قانون آکاپولکو چیه. یه قانونی تو سال 2008 وضع میشه به اسم آکاپولکو. طبق این قانون اگه زمینی از دولت قبرس شمالی که قبل از سال 1974 متعلق به یونانیای قبرس بوده اجاره بشه، این زمین میتونه با پرداخت غرامت به کمیسیون انبار غیر منقول بر اساس قوانین بین المللی دارای سند مالکیت بشه. البته اگر مالک قبل از سال 1974 به این کمیسیون مراجعه کنه و مصالحه کنه، که دیگه عملا سندهای ترک به حساب میاد و الان هم دولت خیلی از زمین ها رو از همین روش واگذار کرده. حالا چرا اسمش شده آکاپولکو؟ چون مقداری از زمین های هتل آکاپولکو بر اساس این قانون خریداری شده. اما خبر مهم امروز این که رسانه‌های قبرس جنوبی خبر دادن یه فرد ایرانی که از سال 2016 به صورت قانونی توی این کشور سرمایه گذاری کرده بوده، به جهت اینکه مشخص بشه آیا با آقای کورشات وکیل ترک قبرسی که در کار خرید و فروش ملک در قبرس شمالی بوده همکاری داشته یا نه، تحت نظر قرار گرفته. گویا این فرد ایرانی از طریق همسرشون که در قبرس شمالی بوده کار ملکی میکردن. به هر حال اقامت دائم این شخص در قبرس جنوبی باطل شده و دولت دنبال سرنخی برای پیدا کردن احتمال همکاری بین این دو نفر هست. وزیر بهداشت قبرس شمالی گفته اولین جراحی موفق شبکه یک چشم در بیمارستان دولتی لفکوشا صورت گرفته و اعلام کرده این وزارتخونه تلاش میکنه تا کیفیت خدمات پزشکی رو در بیمارستانهای سراسر کشور به بالاترین حد ممکن برسونه. سه مقام دولتی در قبرس جنوبی که در اخراج یک تبعه روس از این کشور در ماه اکتبر سال گذشته دست داشتن، از ورود به روسیه منع شدن. مشاور امور بهداشت و سلامت رئیس جمهور قبرس شمالی گفته زمستون امسال علاوه بر آنفولانزا بیماری‌های دیگه‌ای مثل سویه‌های مختلف ویروس کرونا هم وجود داره که دستگاه تنفسی رو درگیر می‌کنه. شهروندان می‌بایست بهداشت فردی رو رعایت کنند. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 10 تا 16 درجه، نیکوزیا 8 تا 18، گینه 9 تا 17، لفکه 10 تا 16، پافوس 10 تا 18، لیماسول 9 تا 16، لارناکا 10 تا 19 و کارپاز 8 تا 15 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که به یاد بلوچی که شناسنامه نداشت اما شد شناسترین مرد ایران، به یاد خدا نور. جمعتون آروم، دلتون شاد، لبتون خندون.